با سلام خدمت دختره عزیزم و آرزوی سلامتی برای شما و خانواده های محترمتون. جلسه پنجم رو آغاز میکنیم. توی این جلسه ما تمرین های ترکیبی صفحه 110 رو حل میکنیم و بعد از اون هم یه تعداد سوال براتون حل میکنیم به عنوان نمونه سوال که البته اینها رو دیروز بهتون دادم، شما حل کردید انشاءالله و امروز فقط حل های خودتون رو نگاه کنید ببینید آیا درست بوده یا نه. خب دختره عزیزم، تمرین‌های ترکیبی صفحه 110 اولین تمرینش سه تا نقطه به ما داده، گفته این سه تا نقطه رو روی این دستگاه مختصات پیدا کنید. اجازه بدید من با خطکش اینها رو پیدا کنم که جای دقیقشون مشخص باشه. آ با مختصات 1.5 و 2، اینجا 1، اینجا 2، اینجا 3، پس 1.5 میشه یه نقطه بین 1 و 2 و عرض اون هم 2، اینجا 1 و اینجا 2 هست. پس من برای پیدا کردن نقطه آ به این ترتیب از اینجا یه عمود یا به موازات محور عرضها حرکت میکنم، از این قسمتم به موازات محور طولها حرکت میکنم، نقطه میشه اینجا، این میشه اینجا، میشه نقطه آ. پس این شد نقطه، یه نقطه اجازه به من بدید من از آ حرکت کنم، از دو هم حرکت کنم، این بچه ها میشه نقطه آ، نقطه آ. نقطه بی با مختصات طولش -2، عرضش 2، من از اینجا یه خطچین وصف بکنم و طولش -1، از -1 هم یه خطچین که رسم کنم، این نقطه میشه نقطه بی. من اینا رو پاک میکنم که دستگاه خیلی شلوغ نشه، پس این هم نقطه بی. نقطه سی هم بچه نقطه هست که طول اون صفره، وقتی نقطه طول صفر بود متوجه میشدیم که روی محور عرضها هست و توی نقطه سه محور عرضها، یعنی سی میشه این نقطه. این از پیدا کردن این سه تا نقطه که به ما گفته بود. بعد گفته که حالا شما بیاین نقطه آ رو با بردار بی سی منتقل کنید و مختصات نقطه منتقل شده رو پیدا کنید. بچه ها اجازه بدید این رو با یه رنگ دیگه براتون بکشم. گفتیم وقتی میخوایم یه نقطه، یک بردار، یه شکل، هر چیزی رو تحت یک بردار خاص منتقل کنیم، کافیه همون اتفاقی که برای بردار میفته رو روی اون نقطه یا روی اون شکل رقم بزنیم. یعنی چی منظورم؟ ببینید بردار بی سی یعنی این بردار، بردار انتقال من هست، برداری که شروع اون نقطه بی هست، انتهای اون نقطه سی هست. من برای اینکه نقطه آ رو تحت این بردار منتقل کنم باید ببینم مختصات این بردار چیه، چه اتفاقی برای این بردار افتاده که تونسته بی رو ببره به سی. ببینید این گفتیم اولم افقی حرکت میکنیم، از شروع، از نقطه ابتدا یک واحد اومده به سمت راست، یک واحد هم رفته بالا تا تونسته نقطه B رو ببره به نقطه C، یک واحد به راست، یک واحد بالا. من همین کار رو برای نقطه A انجام میدم. نقطه A من که اینجا هست، من کافیه یک واحد اون رو حرکت بدم به راست و یک واحد ببرم بالا. خب بچه ها یک واحد که حرکتش بدم به راست، از اینجا که حرکت کنه یک واحدش میشه، با خطی نشون میدم، یک واحد تقریبا میفته تا اینجا، یعنی میفته، باید میفته وسط 2 و 3 تقریبا تا اینجا ادامه پیدا میکنه یک واحد، و یک واحد هم باید برم بالا، از اینجا یک واحد میرم بالا، تقریبا میشه این نقطه. پس بعد
بچه ها این نقطه رو من با آپریل نمایش میدم، نقطه ای که از انتقال A به وجود اومده تحت بردار B C. پس این نقطه نقطه آپریل. بعد سوال از ما پرسیده که مختصات نقطه منتقل شده رو شما پیدا کنید. بچه ها اگه از اینجا وصل کنم به محور طول ها، توی نقطه دومی محور طول های من رو عرض میکنه، قطع میکنه، و به محور عرض ها هم که وصل کنم توی نقطه سه محور عرض ها رو قطع میکنه. پس مختصات این نقطه یعنی نقطه آپریل طولش میشه 2.5، عرضش میشه 3. ببینید دیگه چی از همون خواسته؟ حالا گفته بدون رسم شکل ابتدا مختصات بردار بی سی رو شما پیدا کنید. یعنی بچه ها میخواد از جمع بردارها، جمعی که برای بردارها نوشته بودیم، استفاده کنیم و طول مختصات طول بردار بی سی رو پیدا کنیم. من یادآوری میکنم فرمول مختصات جمع بردارها بود مختصات ابتدای بردار به علاوه مختصات بردار مساوی با مختصات انتهای بردار. این یکیشون بود. حالا اینجا از ما مختصات بردار رو خواسته. فرمول مختصات بردار رو من اینجا بنویسم. مختصات بردار برابر میشد با مختصات انتهای بردار منهای مختصات ابتدای بردار. حالا من جایگزین میکنم. مختصات بردار رو خواسته، یعنی مختصات بردار آبی رو خواسته و از میخوام بی سی رو خواسته. کافیه من مختصات انتها یعنی نقطه سی رو، نقطه سی بچه با مختصات خودش گفته بود صفر و سه هست، منهای مختصات نقطه ابتدا یه این بردار یعنی نقطه بی کنم، نقطه بی هم هست منفی 1 و 2. خب بچه ها صفر منهای منفی 1 میشه مثبت 1 و 3 منهای 2 میشه 1، یعنی 1 واحد به راست 1 واحد بالا، همون چیزی که ما قبلا هم گفتیم برای که از B برسیم به C 1 واحد باید بریم به راست، 1 واحد باید بریم بالا. این از مختصات بردار BC بدون اینکه ما بیایم شکل رسم کنیم. بعد گفته بدون رسم شکل انتقال رو هم انجام بدید. یعنی اینکه بدون اینکه ما شکل رو رسم کنیم ببینیم مختصات نقطه جدید یعنی آپریم چی میشه. بچه‌ها مختصات نقطه آپریم برابر میشه با مختصات نقطه آ به علاوه مختصات بردار انتقال. خب مختصات بردار آ که بود 1.5 و 2 جمع میکنم با مختصات بردار انتقال یعنی 1 و 1. بردار انتقال من بی سی هست، بی سی هم بود 1 و 1، پس میشه 2.5 به علاوه 1 میشه 2.5، 2 به علاوه 1 میشه 3. و شما دارید میبینید که ما قبلا هم مختصات نقطه انتقال رو پیدا کرده، نقطه ای که انتقال یافته آ هست 2.5 و 3 شد و اینجا باز بدون رسم این کار رو انجام دادیم. این از سوال اول این تمرین ها. سوال دوم بچه ها 2 قسمت داره. یه بار گفته بردار آبی رو با مختصات منهای 1 و منهای 2 روی این دستگاه مختصات پیدا کنید به طوری که میدونیم نقطه ابتدای این بردار -1 و 2 هست. خب بچه ها این بردار ابتداش آه دیگه، پس این نقطه آ هست در واقع. من اول نقطه آ رو اینجا پیدا میکنم. نقطه آ با مختصات منهای 1 و 2 هست، طولش منهای 1 هست. از اینجا من یه خط شیر رسم میکنم، عرضش نقطه 2 هست. پس از 2 ببینید بچه ها این 1 این 2، این درجه بندی ها رو شما دارید میبینید دیگه، اینجا 1 اینجا 2. از 2 هم به موازات محور طول ها رسم میکنم یه خط شیر،
این دوتا خدشین همدیگر رو توی این نقطه قطع میکنم. من این خدشین رو پاک میکنم که دستگاه شلوغ نشه. این نقطه نقطه آ هست. خب بچه ها گفته یه بردار آبی رو رسم کنید که از آ شروع بشه. آ رو پیدا کردم. مختصات بردار رو هم به من داده. گفته یک واحد باید برید به در جهت محور طولها به سمت چپ چون منفیه. پس من از اینجا یک واحد میرم به سمت چپ. یک واحد که به سمت چپ برم بچه به این ترتیب میشه. خب با خدشی نشون میدم. این یک واحد به سمت چپ رفتم. من آ رو اینجا بنویسم که قاطع نشه با شکلم. یک واحد رفتم به چپ. ببینید بچه اینجا منفیه یک واحد. دو واحد هم باید در جهت محور عرضها حرکت کنم. چرا؟ چون عرضش دوه، منفیه دوه و چون منفیه دو واحد رو باید بیام پایین. خب من دو واحد در جهت عرضها حرکت کنم با خدشی باز نشون میدم به شما. تا اینجا یک واحد و ادامهش دو واحد. دو واحد بچه میافته روی محور عرضها، یعنی این تیکم منفیه دو واحده. پس نقطه انتهای این بردار میشه اینجا. نقطه انتها رو با بی نشون داد. پس این نقطه بی هست. بذارید با رنگ مشکی بکشم براتون. این بالا منفی یک واحد بود. اینجا منفی دو واحد. پس بردار ما میشه به این ترتیب. برداری که شروعش آ هست و انتهاش بی. بچه ماژیکای منم کم کم داره از رنگ میره. متاسفانه لوازم تحریری هم اینجا باز نیست. حالا موندیم چی کار بکنیم. خب حالا دیگه تحمل کنید شما. بردار آبی. بردار سی دی بچه ها گفته بردار سی دی که شروعش نقطه این ابتداش هست، نقطه سی هست و دی هم انتهای اون هست. مختصاتش هم 3 و 5. حالا انتها در 2 و 1. بچه ها انتهاش یعنی نقطه دی. پس این میشه نقطه دی. من اول نقطه دی رو پیدا کنم ببینم کجاست. نقطه دی طولش 2، عرضش 1. اینجا 1، اینجا 2، پس طول 2، عرض 1. من از اینجا یک خطچین رسم کنم. از یک خطچین رسم کنم. ببینم کجا هم دیگه رو خط میکنم. اینجا هم دیگه رو قطع میکنم. این میشه نقطه دی، نقطه انتهای کار ما. خب بچه ها اینجا دقت بکنید. من یه توضیح کوچیک بدم بعد بیام این بردار رو رسم کنم. نگاه کنید، فرض کنید شما الان توی نقطه مثلا ای وایستادی، میخواییم برید به سمت نقطه اف. خب حرکت اینجوری، شروع کارتون ایه، پایان کارتون افه و شما روتون به سمت راست هست. ببینید جهت حرکتتون به سمت راسته. این حرکت از شروع به سمت پایانه. ولی یه وقت اومدید اینجا وایسادید توی اف، یعنی توی انتهای کار هسته. ببینید از ای اومدید به اف، حالا میخواییم برگردید برید به ابتدای کارتون. بچه ببینید در انتها قرار دارید الان، روی نقطه انتها وایسادید، میخوای برید به سمت ابتداتون. چه کار میکنید؟ اولی کاری که حرکت میکنید جهتتون رو برعکس میکنید، یعنی روتون رو میکنید به سمت چپ. ببینید شما الان اینجا هستید، میخواید برید به سمت چپ، جهت عوض میشه، یعنی روی شما به این سمت میشه و این جهت شما. پس بچه ها ببینید اگر از نقطه انتها ما بخوایم به سمت نقطه ابتدا برگردیم، جهت ما عوض میشه. درسته؟ از همین نکته استفاده میکنیم و این مسئله رو حل میکنیم. این بردار سی دی رو رسم میکنیم. بچه ها ببینید بردار آبی شروعش از شروع میخواستیم بیاریم به سمت پایان. خب دیگه موردی نداشتیم. گفتیم یه واحد به چپ چون خودش گفته، دو واحد هم خودش گفته به سمت پایین. ما همین حرکت ها رو انجام دادیم. ولی توی بعدی ما میخواییم از انتها بیاییم به ابتدا، یعنی هر کاری که اینجا گفته ما باید
قرینش رو انجام بدیم تا برسیم به ابتدا. ببینید توی انتها هستیم، میخوایم بیایم ابتدا. باید جهت کارمون رو عوض کنیم، جهت حرکتمون رو عوض کنیم. یعنی اینجا بردار سی دی گفته سه واحد به راست، ولی چون من از انتهاش میخوام شروع کنم، سه واحد رو به چپ میرم. این گفته سه واحد حرکت افقی به سمت راست شما برید، ولی من چون انتها هستم این سه واحد رو به چپ میرم. پس اینجا یک واحد تا اینجا، دو واحد تا اینجا و سه واحد تا اینجا، اومدم به چپ. بعد در جهت افقی گفته پنج واحد برید بالا، ولی باز تکرار میکنم، من چون در انتها، در نقطه انتهایی بودم، پنج واحد باید به سمت پایین برم. خب از اینجا پنج واحد برم پایین، یک واحد، دو واحد، سه، چهار و پنج واحد هم میشه اینجا. پس این نقطه میشه نقطه شروع من، یعنی نقطه سی. حالا بردار سی دی به این ترتیب میشه بچه ها، از سی به سمت دی. ببینید این بردار، بردار سی دی. بچه ها ببینید بردار سی دی ابتداش سیه، انتهاش دیه. حالا یه بار با هم چک کنیم ببینیم درست کار انجام دادیم یا نه. من بردار رو الان دارم، به شما میگم که مختصات بردار رو پیدا کنید. شما میگید از شروع من اول حرکت افقی انجام میدم، یک واحد، دو واحد، سه واحد. سه واحد اومدم به راست، پس میشه مثبت سه. بعد از اینجا باید برم بالا، چقدر؟ یک واحد، دو، سه، چهار، پنج واحد. پس چون به بالا دارم میرم میشه مثبت پنج. پس میبینیم که حرکتی که انجام دادیم درست بوده و برداری که کشیدیم هم درسته. یه بار دیگه این نقطه دوم رو بهتون میگم عزیزای من. بچه ها ببینید، من اگه از نقطه ای بخوام به سمت F برم، ای شروع کار من باشه، F انتها باشه، من به سمت راست حرکت میکنم. حالا برعکس، یه بار فرض کنید از انتهای کار میخوایم بیاییم به سمت ابتدای کار، چیکار میکنید؟ جهتتون رو عوض میکنید، قرینه میکنید. اینجا ما همین کار کردیم، چون گفته نقطه انتها رو به من داده، گفته از انتها شما برید به سمت ابتدا، پس من جهت کارم رو قرینه میکنم. هرچی که اینجا به من گفته من قرینش رو انجام میدم. گفته سه واحد در جهت محور طولها برو به راست، من سه واحد میرم به چپ. گفته پنج واحد برو به سمت بالا، من پنج واحد میرم به سمت پایین تا شروعم رو پیدا کنم. خب بچه ها تمرین های ترکیبی تموم شد، بریم سراغ تمرین هایی که دیروز بهتون دادم. خب بچه ها نمون سوال های فصل هشتم، اینا سوال های خوبی هستن، یعنی تمام اون چیزی هستن که شما باید توی فصل هشتم یاد بگیرید. سوال اول گفته که جای خالی رو پر کنید، قسمت الفش. دو بردار هم راستا و هم اندازه که جهت هایشان عکس یکدیگر باشد، دو بردار قرینه میگوییم. بچه تعریف بردار قرینه همین بود، راستاشون یکی باشه، اندازهشون مساوی باشه، اما جهتشون قرینه هم باشه. قسمت ب، هر نقطه روی محور جا خالی دارای عرض صفر هست. بچه ها گفتیم جایی که عرضهای ما برابر با صفر هستن در واقع محور طولها هست. پس هر نقطه روی محور طولها یا محور ایکس ها میتونه بنویسید دارای عرض صفر هست. بعدی گفته بردار یک جا خالی جهت دار هست. اولین تعریفی که توی این فصل یاد گرفتیم، بردار یک پاره خط جهت دار هست. بچه ها بردار نیم خط نیست، یعنی از یه طرف ادامه نداره، خط نیست از دو طرف ادامه نداره، بلکه پاره خط از دو طرف محدوده. اون پیکانی که سرش میبینه در واقع نمایش دهنده جهت این بردار هست. بعدی گفته نقطه آ با مختصات 0 و 5 روی محور جا خالی قرار دارد. بچه ها این نقطه طول نداره، طول صفره. هر نقطه‌ای که طول صفر باشه روی محور
ارزها قرار میگیره. سوال دوم گفته کدوم یکی از اینا درست و کدوم غلطه. اولیش گفته اگر طول و عرض نقطه قرینه یکدیگر باشن، آن نقطه در ربع دوم یا چهارم قرار دارد. بچه ها توی ربع دوم به این شکل بود، طول منفی بود، عرض مثبت بود. توی ناحیه چهارم طول مثبت بود، عرض منفی بود. بله بچه ها ببینید، اینجا طول و عرض قرینه، اینجا طول و عرض قرینه هستن. پس اگر طول و عرض نقطه قرینه باشن، اون نقطه یا توی ربع دوم هست یا ربع چهارم هست. بچه ها توی ربع اول طول و عرض مثبت بود، توی ربع سوم طول و عرض جفتشون منفی بودن. بعدش گفته اگر نقطه آ با مختصات 4 و 0 رو با بردار آبی، یعنی با مختصات 0 و منفی 4 انتقال دهیم، به مبدأ مختصات میرسیم. من جمع بردارها رو براش می نویسم. اینجا بچه ها شروع ابتدای بردار من آ هست. ما داشتیم ابتدای بردار مختصات ابتدای بردار به علاوه مختصات بردار میشد مختصات انتهای بردار. ببینید تا حالا چند دفعه نوشتم، اینقدر تکرار میکنیم که دیگه همینجا اینا رو خوب یاد بگیره. خب بچه ها مختصات ابتدای بردار آ، این الان آ ابتدای بردار من هست، بی انتهای بردار هست. خب ابتدا خودش گفته 4 و 0. اجازه بدید بالا رو من پاک کنم. پس مختصات ابتدای این بردار میشه 4 و 0. جمع میکنیم با مختصات بردار. مختصات بردار هست 0 و منفی 4. با هم جمع کنیم ببینیم چه نقطه میشه. طول ها با هم جمع میشن، 4 به علاوه 0 میشه 4، 0 به علاوه منفی 4 هم میشه منفی 4. این شد مختصات انتهای بردار. حالا اون گفته اگر نقطه آ رو با بردار انتقال بدیم به مختصات به مبدأ مختصات میرسیم. یعنی داره ادعا میکنه انتهای کار من میشه مبدأ مختصات. شما دارید میبینید انتهای کار شد 4 و منفی 0، مبدأ مختصات نشد. بعدی گفته از مجموع مختصات بردار با مختصات ابتدای بردار مختصات انتهای اون به دست میاد. بله بچه ها این فرمول من اینجا نوشتم، مختصات ابتدای بردار به علاوه مختصات بردار برابر میشه با مختصات انتهای بردار. پس این درسته. بعدیش گفته بردار مساوی اینجوری تعریف میشه، هم راستا باشن، هم جهت باشن، هم اندازه باشن. بله ما گفتیم چند تا یا دو تا بردار رو میگیم مساوی اگه سه تا شرط رو داشته باشن، راستاشون یکی باشه، جهتشون یکی باشه، اندازهشون هم یکی باشه. پس این درست هست. بریم سراغ سوال سوم. سوال سوم بچه‌ها باز گفته جای خالی رو پر کنید. الف حاصل جمع هر بردار و قرینش مساوی با برداره. بچه ها ببینید الان من اگه اینجا وایساده باشم تو نقطه آ، بخوام بیام به نقطه بی با بردار آبی این کار رو انجام میدم. حالا اگه بخوام از بی برگردم به آ با بردار هم اندازه بردار اولیه، هم راستا اما مخالف جهت، یعنی با بردار قرینش این کار رو میکنم. خب حالا شما فرض کنید لحظه اول منو نگاه کردید، یه ساعت بعدم نگاه کردید، در هر دو تا لحظه شما میدونید من تو نقطه آ وایستادم، چون این وسط یه رفت و برگشتی به نقطه بی من داشتم و شما نمیبینید. پس شما فکر میکنید کلن هیچ کاری انجام نشده. پس دو تا بردار همراستا و همجهت و عذر میخوام حاصل جمع هر بردار و قرینش مساوی با بردار صفر هست، یعنی هیچ کاری انجام نمیشه. بعدی گفته دو تا بردار همراستا و هم اندازه که در خلاف جهت هم باشن تعریف بردار قرینه است، قرینه هستن. بردار آبی با مختصات 3 و 0 موازی محور جا خالی است. بچه ها بردار آبی رو دقت بکنید، برداری هست که
فرض کنید اینجا نقطه آ باشه، از نقطه آ سه واحد رفته به سمت راست، از اینجا من سه واحد حرکت کردم اومدم به سمت، از این پایینش بکشم، میخوام ببینم این بردار چجوری حرکت. فرض کنید الان سه واحد من حرکت کردم به سمت راست رفتم، حالا میخوام ببینم حرکت عمودیش باید چقدر باشه تا به نقطه انتهاییش برسم. نگاه میکنم ببینم هیچ حرکت عمودی نداره، صفر حرکت عمودی، پس من از این نقطه که الان رسیدم نمیتونم، نباید بالا برم نباید پایین برم، یعنی در واقع برای رسیدن به نقطه انتهایی نه نیاز بالا برم نه نیاز هست پایین برم، یعنی در واقع این نقطه که الان من رسیدم همون نقطه انتهایی هست. پس بردار ببینید الان این شد برداری که گفته سه و صفر. الان این بردار موازی کدوم محور مشخصه؟ موازی محور طول هاست یا محور ایس ها. خب بعدیش گفته اگر طول نقطه مثبت عرضش منفی باشه، طول مثبت عرض منفی باشه، این نقطه در ربع بچه ما یادمون هست توی این چهار تا ربع، اینجا x مثبت y هم مثبت، اینجا x منفی ربع دوم y مثبت، اینجا جفتشو منفی بودن، اینجا x مثبت yش منفی، و با این مشخصاتی که گفته میشه ربع چهارم، در ربع چهارم قرار میگیره. سوالای بعدی بچه ها به صورت چهار گزینه ای هست، من دیگه اینا رو نمی نویسم، صورتاشون رو شما دارید، من فقط پاسخها رو توضیح میدم و براتون می نویسم. خب سوال سوم گفته در هر یک از سوالهای زیر گزینه درست را انتخاب کنید. قسمت الفش بچه اومده یه بردار داده، بردار آبی رو با مشخصات سه و منهای یک داده، حالا گفته قرینه این بردار چی میشه، قرینه رو از ما خواسته. بچه ها قرینه بردار کافی، وقتی میگیم قرینه یک بردار منظورمون قرینه نسبت به مبدا مختصاته، این رو قبلا گفتیم بچه ها، اگه میخواست نسبت به محور مختصات بگه میگفت مثلا قرینه این بردار نسبت به محور طول ها، یا قرینه این بردار نسبت به محور عرض ها، ولی وقتی که هیچ کلمه غیر از کلمه قرینه هیچ کلمه دیگه به ما نمیگه، منظورش قرینه نسبت به مبدا مختصاته. خب حالا قرینه این بردار نسبت به مبدا مختصات، گفتیم وقتی که نسبت به مبدا مختصات یه بردار رو قرینه میکنیم هم طول و هم عرضش قرینه میشه، یعنی اینجا مثبت 3 بوده میشه منفی 3، اینجا منفی 1 بوده میشه مثبت 1، پس قرینه این بردار میشه منفی 3 مثبت 1، حالا تو این گزینه ها گزینه دوم میشه. چهار گزینه ای قسمت B رو ببینید، گفته کدام نقطه روی محور عرضها قرار دارد. بچه ها گفتیم نقطه هایی که روی محور عرضها هستن، اگه این دستگاه مختصات من باشه نقطه هایی روی محور عرضها هستن که طول اونها صفر باشه. خب حالا از این چهار تا گزینه کدوم طولش برابر با صفر هست؟ گزینه سه، یعنی نقطه صفر و منفی 5، پس میشه گزینه سوم. بریم سراغ قسمت جی. قسمت جی گفته توی این شکلی که بهمون داده مختصات آبی چیه؟ بچه مختصات آبی آ رو اینجا گذاشته، بی رو هم اینجا گذاشته. من دیگه نه شطرنجیش کردم نه شماره رو مشخص کردم، ولی چیزی که شما دارید اگر از نقطه آ بخواید به سمت بی برید، اول باید بشمارید ببینید چقدر جهت افقی حرکت میکنید که روی شطرنجی ها 1 2 3 4 واحد در جهت، پس 4 واحد اینجوری شما حرکت کردید و چون به چپ رفتید پس میگید منفی 4 واحد، و حالا باید ببینید چقدر عمودی باید حرکت کنید. شطرنجی ها رو که بشمارید بچه‌ها 2 واحد 2 تا خونه هم شما به سمت بالا رفتید، و چون بالا رفتید پس میشه مثبت 2، پس مختصات این بردار طولش میشه منفی 4،
ارزش میشه مثبت 2. حالا کدوم گزینه با این شرایط هست؟ منفی 4 و 2 گزینه 0. قسمت دال گفته اگر نقطه ای با مختصات منفی 7 و 0 رو بیاییم با بردار EF با مختصات 0 و 7 انتقال بدیم، به کدوم نقطه میرسیم؟ بچه ها EF شروعش E، ابتدای بردار E هست، انتهای بردار F هست. شما کافی مختصات ابتدای بردار رو 7 منفی 7 و 0 رو جمع ببندید با مختصات بردار، یعنی با 0 و 7. منفی 7 به علاوه 0 میشه منفی 7، 0 به علاوه 7 میشه 7. پس این شد مختصات انتهای بردار. این نقطه میشه نقطه 2. پس پاسخ دال میشه قسمت 2. حالا بریم سراغ سوال 5. اجازه بدید من تخته رو پاک کنم. بچه ها این سوال 4 بود. بریم سراغ سوال 5. سوال 5 بچه ها، یه سری مطلب توی ستون راست نوشته، یه سری عدد مختصات عدد هم توی ستون چپ نوشته، بعد گفته اینا رو با هم دیگه وصل کنید. اولیش گفته بچه ها من دیگه نمی نویسم اینا رو، خیلی زمان میبره، شما چون دارید اینها رو، من فقط مختصات نقاط رو اینجا می نویسم، 0 و 1. این نقطه بذارید، یک نقطهش رو اینجا گذاشتیم، اینم نقطه مقابل این با مختصات 1 و 0، این نقطهش اینجا، اینم نقطهش اینجا با مختصات 2 و 3، این نقطه مربوطش اینجا، اینم اینجا با مختصات منفی 5 و 1، و اینجا مختصات 0 و -6. حالا ببینیم کدوم ها رو باید به هم وصل کنیم. اولین شماره 1مون بچه ها گفته این نقطه در ناحیه دوم قرار داره. بچه ها نقطه هایی که توی ناحیه دوم بودن، ببینید این دستگاه مختصات باز میکشن، نقطه هایی که توی این ناحیه هستن طولشون منفیه، ایکسشون منفیه، عرضشون مثبته. حالا ببینیم از این 4 تا نقطه کدوم طولش منفیه، عرضش مثبته. طول منفی، عرض مثبت، این نقطه. پس شماره 1 و این رو باید به هم وصل کنید. 2 گفته این نقطه روی محور طولها قرار داره. بچه هر نقطه‌ای که روی محور طولها باشه عرضش 0ه. حالا از این نقطه ببینیم کدوم عرضش 0 هست. این نقطه بچه ها طولش 1، عرضش 0ه. پس این دوتا رو هم شما باید به هم دیگه وصل کنید. قسمت 3 گفته مختصات برداری که موازی محور عرض ها هست. دخترای من اگه بردار موازی یه بردار داشته باشه به این شکل موازی محور عرض ها باشه، از این انتها ابتداش من بخوام به سمت انتهاش برم، من هیچ حرکت افقی نباید انجام بدم، پس طول اون بردار برابر با 0 باید باشه. از اینها کدوم طولش برابر با 0؟ این ببینید طول برابر با 0، عرضش 6 واحد به سمت پایین حرکت کرده، یعنی برداره به این شکل بوده، از بالا اومده به سمت پایین، ابتداش اینجا بوده مثلا، انتهاش اینجا بود، 6 بار اومده پایین، هیچ حرکت افقی انجام نداده. پس این هم میشه توضیحات مربوط به توضیحات مثلا گزینه 3 میشه توضیحات مربوط به این نقطه. 4 گفته مختصات انتهای برداری که ابتداش 3 و 2 هست، مختصات خود بردارم منفی 1 و 1 هست، کافی اینا رو با هم جمع کنم مختصات انتهای بردار پیدا بشه.
سه به علاوه منفی یک میشه دو، دو به علاوه یک میشه سه و شما با مختصات دو و سه این نقطه رو دارید. پس این نقطه در واقع توضیحش همین توضیحات شماره چهار میشه. خب دخترای من سوال پنجم هم تموم شد، بریم سراغ سوال ششم. سوال ششم دخترم، من دستگاهش رو رسم نمی کنم، شما دارید اینا رو؟ فقط لطفاً بذارید جلوتون که همزمان با من شما اینا رو هم ببینید. بخواییم مختصات آ، بی، سی و دی رو پیدا کنیم. مختصات آ بچه از نقطه آ، اولا حواستمون باشه که درجه بندی این دستگاه مختصات 20 تا 20 هست، 20، 40، 60 به این ترتیب. مختصات آ رو که نگاه کنیم، از آ به محور طولها اگر رسم کنیم، طول رو تقریبا بین 0 و 10، یعنی 0 و 20، یعنی تو نقطه 10 قطع میکنه. پس طولش میشه نقطه 10. عرضش که به محور عرضهای عمود رسم کنیم، توی نقطه توی اول خونه شطرنجی رسم قطع میکنه، یعنی تو نقطه منفی 20. بچه ها ببینید دستگاهش به این شکل هست، این درجه ها 20 تا 20 هست، 20، 40، مثلا 60، پس اینجا میشه منفی 20. حالا نقطه آر تقریبا اینجاها قرار داره، نگاه کنید اینجاها هست. من اگه از اینجا وز کنم به محور طولها، تقریبا توی 10 قطع میکنه، پس طولش میشه 10. به محور عرضهام وز کنم توی منفی 20. این نقطه آ. نقطه بی بچه ها اینجا قرار داره، اگه این 20 باشه، این 40 باشه، نزدیک 40، اینجا نقطه بی قرار داره. بچه ها اولا بی چون روی محور عرضها هست، پس طول نداره، پس طولش برابر با صفر میشه. عرضش هم نزدیک 40، یعنی میشه گفت که مثلا 35. حالا شما میتونه بچه 32 بگیری، 38 بگیری، اونقدر دقیق نیست، در تقریبه باید بنویسیم. نقطه سی بچه تقریبا یه جای پایین تر از این و از این طرف هم، اینجا اگر منفی 20 باشه، اینجا منفی 40، تقریبا بین منفی 20 و منفی 40 اینجا قرار میگیره. خب بچه ها طولش تقریبا بین منفی 20 و منفی 40، پس منفی 30. عرضش هم من فکر میکنم بین 20 و 40 باید باشه، یعنی اینجا قرار گرفته، اینجا تقریبا نقطه سی ما هست. نقطه دی روی منفی 60 و عرضش هم بین 20، منفی 20 و منفی 40، یعنی تقریبا از اینجا من خط رسم کنم، از اینجا بیام پایین، اینجا نقطه دی من قرار داره. پس طولش میشه، نگاه کنید بچه، از اینجا عمود رسم کنم، طولش میشه منفی 60، عرضش هم تقریبا بین منفی 20 و منفی 40، میشه منفی 30. حالا اگه شما احساس میکنید به منفی 40 نزدیکتره، یه عدد مثلا بگه منفی 32 نزدیک میکنید، احساس میکنید به منفی 20 نزدیک داره، مثلا بنویسید منفی 28. خیلی مهم نیست، فقط اینکه شما بتونید مختصات رو به دست بیارید مهم هست. بریم سراغ سوال بعدی، سوال هفتم. اگه بعد سوال هفتم، سوال هفتم، بذارید دستگاه رو آنفاد کنم.
بردار آبی رو داده، ابتداش رو هم مشخص کرده، بعد گفته که جمع متناظرش رو بنویسید. خود بردار آبی با مختصات منفی دو و منفی سه، بعد ابتدای بردار، ابتدای بردار آی، پس نقطه آم با مختصات سه و دو. حالا به ما گفته که شما جمع متناظر با این رو بنویسید و احتمالاً هم چون دستگاه داده منظورش این که رسمش هم بکنید. خیلی خب بچه ها اجازه بدید من اول جمعش رو بنویسم. ما داشتیم مختصات ابتدای بردار، ببینید هی دارم تکرار میکنم که جا بیفته براتون، در زمین که چند نفرتون توی واتساپ برای من اشکال فرستاده بودید توی این جمع‌ها یکم مشکل داشتید. مختصات ابتدای بردار به علاوه مختصات بردار یا طول بردار برابر میشه با مختصات انتهای بردار. خب بچه مختصات ابتدار خودش داده سه و دو، جمع میبندیم با مختصات طول بردار خودش داده منفی دو و منفی سه. طولها با هم سه بعد به منفی دو میشه یک، ارسام با هم دو بعد به منفی سه میشه منفی یک. اگه شکلش رو هم بخوایم رسم کنیم توی دستگاه مختصاتمون، نقطه شروع سه و دو اینجا سه باشه، دو تقریبا اینجاست، این نقطه آ، بعد گفته منفی دو واحد به چپ بریم، من از اینجا بچه ها دو واحد یک، دو واحد به چپ برم کج رفتم، دو واحد به چپ برم تقریبا میرسم اینجا و سه واحد هم باید برید پایین، یک دو تا اینجا دو، اینم سه واحد، سه واحد اومدم پایین رسیدم به این نقطه، پس این میشه نقطه بی من. از آ به بی هم رسم کنیم در واقع این بردار من، بچه دیگه با خط کش رسم نکردم صاف و منظم بشه. خب مختصات این نقطه رو بچه شما دارید میبینید، بله من به طول ها رسم کنم توی نقطه یک قطع کرده، برز هم رسم کنم توی منفی یک قطع کرده، یعنی نقطه انتهایی رو اینجا شما دارید میبینید. بریم سراغ سوال هشت. یه لحظه به من اجازه بدید. مثلث ABC رو با قرینه EF انتقال بدید. بچه‌ها نگاه کنید. این دستگاه مختصات رو به من داده. بعد من ABC رو مشخص کنم براتون. یک، دو، سه. اینجا. یک، دو، سه، چهار. یه نقطهش یک و دوه، تقریبا اینجا نقطه سی، نقطه بی یک دو سه، سه و سه تقریبا اینجا نقطه بی و نقطه ایش چهار و یک تقریبا اینجا نقطه ای میشه. این مثلث ای بی سی من مثلث ABC. حالا ببینیم بردار EF چه شکلی هست. بردار EF بچه ها برداری هست که از منفی یک و یک دو سه، این منفی یک منفی دو منفی سه تقریبا
ای اینجا قرار گرفته، افش یک دو سه چهار اینجا قرار گرفته، اف اینجاست، این بردار ای اف. بعد حالا گفته که مثلث ای بی سی رو با قرینه ای اف انتقال دهید و مثلث جدید ای پریم بی پریم سی پریم بنامید. بچه ها وقتی میگه قرینه ای اف، من یعنی اینکه یه نقطه، یه بردار داشته باشم، نقطهش دقیقا شروعش اینجا باشه. بچه ها منظورش از قرینه اینجا با قرینه ای اف ارتقال بدید، یعنی قرینه بردار ای اف رو نسبت به دستگاه، نسبت به مبدا مختصات پیدا کنم، بعد اون مثلث رو بیا منتقل کنم. من اول بیام مختصات خود ای اف رو پیدا کنم، افقی حرکت میکنم، میشه یک، ببینید انگار از اینجا حرکت کردم تا اینجا، سه واحد حرکت و افقی من هست که به سمت چپه، پس میشه منفی سه، و از اینجا عمودی حرکت کنم، دو واحدم حرکت عمودی به سمت بالا داریم میریم. پس بچه ها مختصات بردار ای اف، خود بردار ای اف شد منفی سه و دو. بعد گفته قرینه بردار ای اف، بچه ها منظور از قرینه بردار ای اف تو این دستگاه یعنی نسبت به این مبدا مختصات من بیام بردار قرینهش رو پیدا کنم. گفتیم که قرینه نسبت به بردار مختصات طول و عرض رو قرینه میکنه، پس من اسم قرینه رو میذارم مثلا ام ای، یا ام ای نه ای پریم اف پریم، ای پریم اف پریم، مختصاتش میشه منفی سه قرینه میشه میشه مثبت سه، مثبت دو قرینه میشه میشه منفی دو. حالا من میخوام این سه تا نقطه A, B, C رو با این بردار انتقال انتقالش بدم. بردار A، از میخوام نقطه A رو بخوام انتقال بدم، کافیه مختصات بردار A رو جمع، مختصات A رو جمع کنم با مختصات بردار ای پریم اف پریم. اینجا من علامت بردارم بذارم. مختصات بردار نقطه جدید یعنی ای پریم به دست میاد. می نویسم بردار ای بچه مختصاتش هست، طولش هست یک دو سه چهار منفی چهار، عرضش هست یک. این رو من جمع می بندم با مختصات ای پریم بی پریم، میشه سه و منفی دو. اینا رو که با هم جمع کنم، طولهاش رو با هم جمع میشه منفی چهار به علاوه سه میشه منفی یک، یک به علاوه منفی دو هم میشه منفی یک. پس نقطه ای پریم من میشه منفی یک و یک، یعنی از اینجا منفی یک، اینجا میشه این نقطه، این میشه نقطه ای پریم. نقطه بی پریم رو بخوام منتقل کنم طبق این، میشه بی به علاوه ای پریم اف پریم، به من نقطه بی پریم رو میده. خیلی خوب، مختصات بی رو من جایگزین میکنم. بی بچه ها عرضش منفی، طولش منفی سه، عرضش سه یا چهار، یه دسته اجازه بدید تو کتاب فکر کنم من اینو بد کشیدم، یه دسته بی بچه ها تو کتاب تو یک دو سه، سه یکم باید اینو پایین تر میکشیدم، نقطه بی اینجا بچه ها قرار میگیره، دقیقا اینجا قرار میگیره اینجا. حالا شکلش رو شما تو کتابتون دارید، این نقطه بی بود. خب نقطه بی بچه مختصاتش بود منفی سه و سه، طولش هم عرضش هم سه، به علاوه یه ای پریم بی پریم که شد سه و منفی ای پریم اف پریم، جوابش میشه منفی سه با سه صفر، سه با منفی دو یک. پس با مختصات صفر رو یک میشه بی پریم، صفر و یک یعنی اینجا، این میشه نقطه بی پریم. و نقطه سی پریم رو من بخوام مشخص کنم، میشه سی به علاوه ای پریم اف پریم، به من نقطه سی پریم رو میده. مختصات سی بچه ها هست منفی یک و دو، جمع می‌بندم با مختصات سی، یعنی به این ترتیب
جمع که بکنم منفی یک به علاوه سه میشه مثبت دو، دو به علاوه منفی دو میشه سه. پس نقطه سی با مختصات طول دو، این یک، این دو و عرض صفر، این میشه نقطه سی پریم. حالا به من دیگه چی گفته؟ کافیه من برای پیدا کردن به حساب بیام این مثلث رو رسم کنم، میشه اینجوری. بچه ها این مثلث A پریم B پریم C پریم شد انتقال یافته A B C تحت قرینه بردار E F. خب دخترای من سوال نهم گفته که تساوی های زیر را کامل کنید. قسمت الفش گفته دو و منهای سه به علاوه چهار و منفی پنج برابر میشه با، خب بچه ها اینجا کافیه طول ها با هم عرض ها رو با هم جمع کنیم، دو به علاوه چهار میشه شیش، منفی سه به علاوه منفی پنج هم میشه منفی هشت. قسمت به گفته منفی 6 و 0 به علاوه 0 و 6 به علاوه منفی 1 و منفی 8 و 1 جوابش چی میشه؟ سه تا مختصات نقطه داده باید با هم جمعشون کنیم. طولها با هم منفی 6 با 0 منفی 6، منفی 6 با منفی 8 میشه منفی 14، صفر با شیش، شیش، شیش به علاوه یک، هفت. این از سال نهم. و بالاخره سال دهم گفته که مقدارهای x و y رو پیدا کنید. منفی سه و هفت به علاوه x و منفی y مساوی شده با دو و یک. خب بچه ها از اینجا دو تا معادله ما پیدا میکنیم. طول ها که با هم جمع بشه منفی 3 به علاوه x مساوی با 2. من از اینجا x رو سمت چپ نگه میدارم، منفی 3 رو میبرم سمت راست، 2 هم که سمت راست هست، منفی 3 میده سمت راست میشه مثبت 3 و میشه 5. از اینجا x شد 5. یه معادله برای عرضها پیدا میکنم، هفت به علاوه منفی وای مساوی شده با یک. منفی وای رو میارم سمت راست، یک رو میبرم سمت چپ، میشه هفت منهای یک مساوی با وای و از اینجا وای هم میشه شیش. این مقدار ایس، این مقدار وای. دومی معادلمون منفی ایکس و چهار به علاوه دو و وای مساوی با منفی سه و یازده. و از اینجا از ما خواسته که ایکس و وای رو پیدا کنیم. مجدداً دو تا معادله میشه، منفی ایکس به علاوه دو مساوی با منفی سه، اینجا چهار به علاوه وای مساوی با یازده. از اینجا بچه ها منفی ایکس سر جای خودش، دو رو میبرم اونور، منفی سه و منفی دو میشه منفی پنج و از اینجا x برابر میشه با پنج. اینجا y سر جای خودش، یازده سمت راست، چهار میبرم اون طرف میشه منفی چهار، یازده منهای چهار میشه هفت، پس y هم شد هفت. خب دخترای عزیز من، تمرین هایی هم که به عنوان نمونه سوال این فصل بود حل شد. ما خوشبختانه اینجوری حتی وقت کردیم بیشتر از اون چیزی که تو کلاس زمان داشتیم براتون کار کنیم. فصل هشتمون اینجا تمام شد.
به لطف خدا و همکاری و حالا تلاش شما انشالله از جلسه بعد میریم سراغ فصل نهم تا ببینیم حالا بعدا خدا چی میخواد. مواظب خودتون باشید و خدا نگهدارتون.